سلام بچه ها، خوش اومدید به یکی دیگه از برنامه های چگونه فیلمساز شویم. و اینکه طبق برنامه های گذشته، طبق روالی که داشتیم، من تجربیاتی که طی این سالها کسب کردم و به شما منتقل میکنم و اینکه امیدوارم این برنامه رو دوست داشته باشید. تا آخر این برنامه همراه ما باشید. توی این برنامه میخوایم به شما بگیم که چه تجهیزاتی احتیاج دارید برای اینکه یک فیلم بتونید بسازید. جایی نرید، بریم برگردیم در مورد این قضیه بیشتر صحبت بکنیم. خب بچه ها، برای ساخت فیلم یا همون فیلم کوتاه یا اصلا هر نوع فیلمی که میخوایم بسازیم، چیزی که تصویر داره، تا قبل از دهه مثلا 30 و 40 میلادی، زمانی که سینما صامت بود، فقط و فقط شما به دوربین احتیاج داشتید، به تصویر احتیاج داشتید، به بازیگر احتیاج داشتید، به نور احتیاج داشتید برای اکسپوز کردن تصویر. ولی خب تقریبا از دهه 40 بود اگه اشتباه نکنم که صدا وارد سینما شد و به یکی از عضوهای جدای ناپذیر سینما تبدیل شد. به همین دلیل خیلی الان صدا به اندازه تصویر شاید مهم باشه، مخصوصا تو یه سری از ژانرها مثل ژانر ترسناک که صدا 60-70% کارو برای شما انجام میده و فیلم رو ترسناک‌تر از چیزی که هست جلوه میده. از اینا بگذاریم، بریم سراغ این که چه تجهیزاتی ما احتیاج داریم. ببینید، شما فیلمی رو که میبینید تشکیل شده از چند تا موضوع یا چند تا وسیله‌ای که باید دست به دست هم دیگه بدن تا شما بتونید اون فیلمو ببینید. ببینید، اول از همه تصویرشه که خب با دوربین قراره این تصویر رو بگیری. اینکه چه دوربینی باشه نسبت به بودجه شما هستش، نسبت به تبحری که دارید توی تصویربرداری هستش. یه موقعی که هست خیلی حرفه‌ای هستش، با دی اس ال آر تصویر می‌گیره، خیلی مثلا حرفه‌ای‌تر از اونه، میره سمت دوربینای سینمایی مثل آریس یا رد یا امثال اینجور دوربینا. خیلی هم مثلا خیلی لو باجت میخوان شروع بکنن، با گوشی شروع میکنن یا با دوربینای کامپکت شروع میکنن. دوربینای کامپکت هم دوربینایی هستش که همه چیز یک جاست، احتیاج نداره لنز رو جدا بخرید سوار کنید روی دوربین، همه چی به صورت پیش‌فرض دیفالت روی دوربین هستش و اینجور دوربینا صداهای خوبی میتونن براتون بگیرن. دوربینایی که برای ولاگ ساخته میشن، اینا دوربینایی هستن که به عنوان دوربینای کامپکت ازشون اسم برده میشه. از بحث تصویر بگذریم، میرسیم به صدا. شما صدای فیلمتون خیلی مهمه. اگه ولاگر باشید، اگه فقط دنبال این باشید که ولاگ بگیرید، تصویر براتون ارجحیت داشته باشه. اگه صحبتی نداشته باشید توی ولاگتون، خب یه دوربین 100% براتون کافیه، میرید ولاگتون رو میگیرید، تصویرتون رو میگیرید، بعد میاد ادیت میشه و حالا یا موزیک روش قرار میگیره یا مثلا همون دیالوگایی که دارید. مثلا الان توی این برنامه من دارم صرفا یه دوربین استفاده میکنم، میکروفونم وصل کردم و دوربینم روشن کردم، ویدیومو دارم میگیرم و خب در مورد صحبتام اینا، چون الان محیط بسته هستش، صدا من به خوبی شنیده میشه و یه ویدیوی قابل قبول میتونه بهتون بده دوربین کامپکت. ولی از همه اینا بگذاریم، صدا نقش مهمی داره توی فیلم سازی. به خاطر همین، همونجوری که توی برنامه قبلی گفتیم، اگر دوست دارید که فیلمتون کم هزینه تر بشه و خب به سینمای قدیم، به سینمای کلاسیک نزدیک تر بشه، به سینمایی که صامت بوده نزدیک تر بشه، که خیلی از سینماگرا سینمای اصلی رو سینمای بدون صدا میدونن، سینمای تصویری رو سینمای اصلی میدونن، سینمایی که دیالوگ محور نباشه، سینمایی که بیشتر تصویر نشون داده بشه، تصویر صحبت بکنه باهاتون، بیشتر سینماگرا این نوع سینما رو سینمای اصیل میدونن. و اگه دوست دارید که به اون سمت برید، بهتره که به داستانتون بیشتر فکر بکنید، بهتره که بیشتر روی ایدتون فکر بکنید، به تصویراتون فکر بکنید، به اینکه داستانتون رو از طریق تصویر به بیننده منتقل بکنید.
این خیلی مهمه و خب خیلی از هزینه رو براتون کم میکنه، چون شما برای صدا یه صدا بردار احتیاج دارید، تجهیزات صدا احتیاج دارید و خب تجهیزات صدا شاید به درد خیلی ها نخوره. مثلا اگه شما یه یوتیوبر باشید، یوتیوبرها مثلا میتونن از صداشون چهار جای دیگه هم استفاده بکنن و خب به اصطلاح اون پوله رو حلالش بکنن، اون تجهیزات رو حلالش بکنن. ولی شمایی که مثلا فیلمساز هستید و بیشتر با دوربین با عکاسی کار دارید، یه DSLR شاید کافی باشه، شاید سراغ تجهیزات صدا نرید. یعنی یا مثلا برعکس کسی که صدا بردار باشه شاید دنبال تجهیزات تصویر نره. خب اینا یه چیزاییه که خیلی سلیقه‌ایه، ولی من خودم اگر به شخصه، چون انتقال تجربه من میخواد باشه برای شما، من خودم به شخصه اگر قرار باشه فیلمی بسازم که کم هزینه باشه، فیلمی باشه که خیلی به نظر من اصیل باشه، خب میرم سمت فیلمی که صدا نخواد، یا صدایی که میخواد حداقل صدای استودیویی باشه، صدایی باشه که مثلا یه مونولوگی باشه، داری یه دیالوگی توی ذهنش مرور میشه، اینجور صداها رو من خودم ترجیح میدم. پس اگر میخوایم که لو باجت فیلم بسازیم، اگر بتونیم صدای سر صحنمون رو ببریم توی استودیو و برگه همیشه رفت آمدتون خیلی آسون تر میشه، اگه مثلا صدا بردار نباشه، نمیدونم تک بازیگره باشه، اینا ملاک میشه. اگه مثلا یه بازیگر داشته باشید، یه لوکیشن داشته باشید، صدا هم نخواید، یا مثلا توی یک لوکیشن باشید، حتی اگه 10 تا بازیگر هم داشته باشید، باز اون چون تک لوکیشن هست یا یه خونه هست یا یه جایی خیلی مشخصی هست، باز هم هزینه هاتون میاد پایین، چون شما هزینه رفت آمد نداری، هزینه جابجایی نداری، هزینه اینکه دکور بسازی نداری، خب خیلی هزینه هات میاد پایین. ولی از لحاظ فنی بخوایم اینا رو یه جمع‌بندی بکنیم، صحبت بکنیم در موردش، شما برای ساختن فیلم به دوربین احتیاج دارید که اگه خودم باشم یه دوربین کامپکت یا یه DSLRی که دم دستم باشه، یا اگه در بدترین حالت باشه، یا در بدترین حالت نگیم، اگه بخوام در ساده ترین حالت این فیلم رو بسازم، خودم با گوشی همین کار رو میکنم. همینطور که اصلا توی فیلمی که ساختم، توی همین 25می که اینجا پوسترش رو میبینید، توی همین قسمت هایی از فیلمم اصلا با گوشی گرفتم، یه جایی واقعا خسته شدم از دوربین و اینا و خب گوشی خیلی را دست سر بود برام، سریع گوشی رو در آوردم و تصویرامو گرفتم و ازش هم استفاده کردم توی فیلم با افتخار. هیچ به نظر من هیچ افته کیفیتی نداره، هیچ افت فیلم نداره که مثلا بگه طرف با گوشی فیلم ساخت. اصلا همچین چیزی رو از ذهنتون بیرون بکنید که مثلا الان من بیام با گوشی فیلم بسازم، خیلی چیز چیپیه، خیلی چیز مثلا آماتوریه. نه، خیلی حرفه‌ای ها هستن که با گوشی فیلم میسازن، مثلا شخصی مثل زک اسنایدر میاد با آیفونش فیلم میسازه، استیون سودربرگ اگه اشتباه نکنم با گوشی فیلم میسازه، با آیفونش فیلم میسازه. خیلی فیلم ها هستش که با آیفون ساخته شده، با گوشی های اندرویدی ساخته شده. اصلا همچین چیزی ضعف فیلم سازی به حساب نمیاد، مخصوصا دوربین های گوشی هایی که الان شما داریم مثلا استفاده میکنی 4K میگیره، الان گوشی هست که 8K داره واسه تون تصویر میگیره و واقعا میتونه برابری بکنه با یه دونه دوربین DSLR مثلا میان رده یا مثلا حتی بالا رده میتونه برابری بکنه. پس این که من حتما برم مثلا واسه فیلمم آری آفیش بکنم یا مثلا رد آفیش بکنم، اجاره بکنم بیام اینو برای فیلمم استفاده بکنم، به نظر من اگر برای شروع همچین چیزی اشتباهه. سعی بکنید برای خیلی چیزهای دیگه تون این قضیه رو استفاده بکنید. و موضوع بعدی که هست موضوع صدا هستش، صدا رو در نظر داشته باشید. و بچه ها اینو میخواستم بهتون بگم که توی تصویر برداری بیش از این که شما فکر بکنید برای این که چه دوربینی استفاده بکنم، خب اگر دنبال دوربینی هستید که لنز میخوره، بیشتر دنبال این باشید که چه لنزی استفاده بکنید. خب و قبل از این که اصلا دنبال این دوربین باشید که چه لنزی استفاده بکنم، چه دوربینی استفاده بکنم، دنبال این باشید که محیطتون بیرونی هستش یا درونی یا خارجی یا
داخلی، چون این قضیه خیلی خیلی سخت خواهد شد برای نورپردازی. نورپردازی توی تصویر گرفتن مهمترین چیزه. من میتونم به شما نشون بدم که یک تصویری با دوربین گوشی با نورپردازی خوب چنان شارپنس به شما میده که اگر یه DSLR خوبو بذارید با نور کم اون تصویر رو نمیتونه بهتون بده، با لنز عالی نمیتونه بده. هرچند لنزتون هم حرفه‌ای باشه، لنز CP2 باشه، لنزای سینمایی باشه، باز هم اون تصویر شاید، حالا شاید اغراق باشه این که بگی نتونه اون تصویر رو بده، ولی به نظر من اگر شما یه نور خوب داشته باشید و از دوربین گوشی هم استفاده بکنید چنان تصویر خارق‌العاده‌ای بهتون میده که شما واقعا تعجب میکنید که این تصویر گوشیه یا تصویر یه دوربین کامپکته. خیلی چیز مهمی هستش. پس برای ساختن فیلم شما به نورتون باید توجه بکنید، بعد تجهیزات تصویربرداریه که حالا دوربین هستش، بعد تجهیزات صدابرداریه، حالا صدابرداری سر صحنه یا توی استودیو قرار ضبط بشه. حالا استودیو یعنی اینکه بعد از اینکه فیلم ساخته شد، تصویرها گرفته شد، سر صحنه بیاد صداگذاری بشه. و در کل همینا یه سری هم که عوامل، خب شما عواملی که میخواید داشته باشید، حالا بازیگرتون هستش، تصویربردار هستش، دستیار هستش، برنامه‌ریز هستش، که در مورد اینا توی پیش تولید قراره صحبت بکنیم، در مورد این نفراتی که قراره استفاده بشه توی فیلم با هم همکاری داشته باشید، اینا توی برنامه‌ای که برای پیش تولید خواهیم ساخت توضیح خواهیم داد. و امروز برنامه‌مون در مورد این بود که چه تجهیزاتی رو احتیاج داریم و یه جمع‌بندی کلی بخوایم بکنیم. یک فیلم تشکیل میشه از تصویر، صدا، و خب توی تصویر خیلی دیتیل‌ها هست به عنوان مثلا نورپردازیشه، دکورشه، اینا خب باید خیلی توش دقت به کار رفته باشه. برای تصویر برداری دیگه همینا رو احتیاج دارید برای ساختن یک فیلم. و به نظر من چیزی اضافه تر از اینها صرفاً یک هزینه رو از جیبتون خارج میکنه که شاید هیچ برگشتی هم توی فیلمتون نداشته باشه. و به نظرم دیگه موضوع نمیمونه که بخوایم در مورد این تجهیزات صحبت بکنیم. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشید، ما رو دوستاتون معرفی بکنید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید لایکش کنید، کامنت برام بذارید همین پایین یادتون نره. خیلی خیلی خوشحالم که تا اینجا همراه ما بودید. مراقبت کنید از خودتون. فعلا خدافظ.